باور کن بعد از آخرین امتحان هیچی به اندازه مخلوط فالوده و بستنی نمیچسبه، قبول داری؟ قبول دارم، اساسی، مخصوصا اگر مطمئن باشی که اینتر مشروطی. تو که گفتی خوب امتحان دادم، گفتی همه رو نوشتم. آره نوشتم، ولی مزخرف نوشتم، چند درصدش درسته خدا میدونه. خب برنامه تعطیلاتت چجوری هست؟ والا یه سر اگه بشه میرم شهرستان پیش پسر داییم. خیلی خستم از درس، دلم میخواد سفری لب دریایی جنگلی برم، یه چند روز استراحت کنم. اصلا با هم میریم، میای؟ کی بعدش میاد، حتما خوش میگذره، ولی با این وضع درس خوندن من کارشناسی رو بگیرم شاهکار کردم. تا قبل از گرفتن نتایج بد نیست با هم یه مسافرتی بریم، ولی راستش خیلی دل و دماغشو ندارم. چرا؟ درسته من خیلی باحال نیستم تیران خان، ولی قول میدم بهت خوش بگذره. چرا نمیای؟ از دعوتت ممنونم، چند روز بابام پیگیر شده، میگه برو دنبال کارهای اعزام به خدمته. تو که فوق بخون نیستی، کارشناسی رو گرفتی برو سربازی، زودتر دفترچه بگیر از بقیه عقب نیفتی. به به، مبارک سرباز وطن. البته به نظرم اگه انشالله قبول بشی و ادامه تحصیل بدی خیلی بهتره، بعد با هم میریم سربازی، بعدم خاطرات خدمت به خاطرات دانشجویی اضافه میشه. نه بابا، من دیگه حوصله درس رو ندارم، ولی آخه سربازی هم به نظرم رفتن نداره. الان کسی دنبال سرباز و سربازگیری نیستش که، نرفتی هم کسی دنبالت نمیاد. ببین بالاخره که آخرش باید کارت داشته باشی، حالا یا معافیت یا کارت پایان خدمت، قانونه، نمیشه که نرفت. چرا نمیشه؟ این همه نرفتن، بعدم اعلام کردن تا سال فلان همه معافن. اصلا مهران، من با مقوله خدمت سربازی مشکل دارم. دو سال از بهترین روزای جوونی تو باید بریزی دور. سربازی اصلا به نظرم ضرورتی نداره. والا چی بگم، بالاخره قانونه، ما هم تو هر کشوری که هستیم باید تابع قانون کشور باشیم. آره قانونه، ولی انگار با شرایط روز همخونی نداره. این قانون اجباری مال 100 سال پیشه. خب البته تا جایی که من میدونم هر جامعه‌ای با تشکیل ارتش یه جوری برخورد کرده. بعضی از جوامع هنوز قانون 2 سال یا 3 سال یا حتی 1 سال خدمت اجباری رو دارن، بعضی هم نه، به جاش اومدن به شکل مدرن بردن توی حوزه دانشکده افسری یا استخدام دولت و دیگه اجباری نیست در اصل. بعضی هم دارن شکل خدمت رو عوض میکنن. یعنی چی؟ آموزش نظامیه دیگه، شکلش چطور عوض میشه؟ باید بری تو لباس نظام، اسلحه دستت بگیری، بشین پاشو، پامرغی، خشم شب، به چپ چپ، به راست راست، چه میدونم، چیزای اینجوری دیگه. مگه میشه شکل نظامیگری رو عوض کرد؟ چرا نداریم؟ تو همین کشور خودمون اگه شما پزشک باشی، 2 سال باید بری خدمات درمانی بدی توی منطقه محروم به جای سربازی. همه که لازم نیست وارد خدمت بشن. خب حالا همه که دکتر نیستن، بازم خدمت سر جاشه. دارم همینو توضیح میدم، همونطور که هنوزم بعضیا معتقدن نظام جمع و مشق نظامی در منضبط شدن افراد مؤثره و میتونه در توانمندسازی و مقابله با مشکلات قابلیت یه جوان رو افزایش بده، عده‌ای هم هستن که معتقدن همیشه از این نیروهای جوان در بخشای دیگه خدماتی هم میشه استفاده کرد، مثل سوادآموزی، آموزش نیروهای پزشکی و بهداشتی، یا نیروهایی که تو زلزله، سیل و حوادث غیر مترقبه بتونن کار کنن، یا نیروهایی که تو بخش کشاورزی و آباد کردن کشور کمک کنن. میشه اینطوری هم به کشور کمک کرد. عجب، یعنی مفهوم خدمت رو تنها زیر پرچم ارتش نمیدونن؟ میشه به اشکال دیگه هم خدمت کرد. آفرین، در واقع هم اجباره هم اختیاره، میتونی در یک زمینه انتخاب کنی ولی نمیتونی مفید نباشی. دقیقاً، الان به نظر منم داشتن روحیه خدمت بدون توقع از همین جاها شروع میشه، یا زودتر میشه تو مدارس و دانشگاه ها هم از نیروهای داوطلب کمک گرفت. چه ایرادی داره؟ جامعه ای که برای من هزینه کرده، منم از طریق خدمات جبران کنم. راست میگی، کم کم دنیا داره به این سمت میره. شاید هم رفته، روحیه نوجوانا و جوانها به وقتش در جامعه بالاتر میره و احساس شادی به جامعه برمیگرده. منتها به شرطی که جامعه هم برای فردا تلاش بکنه. اینطوری فرد احساس بردگی و اجبار نمیکنه. ایول به رفیق باهوش. حالا پاشو بریم توی مرکز خرید یه دوری بزنیم، بعدن در مورد خدمت با هم حرف میزنیم. ولی ببین اگه بشه با هم بریم سربازی خیلی بهتره، نه من اونجا تنها، نه تو حوصله‌ات سر. موسیقی